با عرض سلام ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز، ببینید این جلسه میخوایم به موضوع بوتستراپ 4 در طراحی سایت بپردازیم. اگر بریم توی سایت WTSCO و وارد منوی بوتستراپ بشیم، گفتم دیگه ما دو تا نسخه بوتستراپ داریم، یکی بوتستراپ 3 هستش و بوتستراپ 4 هستش. بوتستراپ 4 وارد مبحث بوتستراپ 4 میشیم. میگه بوتستراپ 4 تو توییتر، خب میگه بوتستراپ 4 نیو ست ورژن بوتستراپ ویت ماست پاپولار اچ تی ام اس سی اس اس اند جاوا اسکریپت فریم ورک فور دیولپینگ ریسپانسیو موبایل بیسد وبسایت. خب میگه که بوتستراپ 4 نسخه جدید بوتستراپ هستش و در حقیقت یک بوتستراپ فریم ورک چیه شامل HTML, CSS و JavaScript هستش و jQuery. خب بخواهی همین که ما قبل اینکه بوتستراپ به شما بگیم مطلب HTML و CSS و JavaScript و jQuery اینا رو برای شما چکار کردیم، توضیح دادیم. بوتستراپ در یک فریمورک هستش، تفاوت های فریمورک و رایبریری رو من دوی مبحث jQuery خدمتون عرض کردم، گفتم که رایبریری در مجموعه از یکی یکی توابه هستش، اما فریمورک در حقیقت ترکیبی از رایبریری های مختلف میشه، یه مدار گسترده تر نسبت به لایبرری هستش. برای طراحی سایت های ریسپانسیو استفاده میشه بوتستراپ رو و بیشتر هدفش رو سایت هایی رو میگیره که برای گجت های همراه مثل موبایل و تبلت میخوان باز بشن. بوتستراپ 4 میگه کاملا رایگان هستش، میتونید برید از سایت خودش چیکار کنید، بوتستراپ 4 رو دانلود کنید و استفاده کنید. یه نکته رو یه مقدار الان در ادامه توضیح میدم. بوتستراپ 4 خب یه مقدار یادتون باشه نسبت به بوتستراپ سریعتر هستش حسناش. و همچنین روی دیوایس های کوچیکتر، یعنی موبایل هایی که عرضشون کوچیکتر هستن، نسبت به بوتستراپ 3 امکانات بیشتری ارائه میده. یه مقدار دست طراح و با استفاده یوتیلیتی هایی که به بوتستراپ 4 اضافه کرده، دست ما را در طراحی ها نسبت به بوتستراپ 3 چیکار میکنه؟ بازتر میکنه. در اندازه های کوچیکتر بوتستراپ 4 بهتر عمل میکنه. خب اما خب یه سری مشکلات داره که الان خواهیم خوند. روی بروزرهای نسخه‌های پایین‌تر چیه باز نمیشه. خب و یه مثالی رو داره میده، بریم اینجا. خب میگه بوتستراپ 3 مقایسهش میکنه با بوتستراپ 4، میگه بوتستراپ 4 نیو ست ورژن بوتستراپ، میگه نسخه جدیدترش هستش ویت نیو کامپوننت و باس و کامپوننت های جدید، برای یه سری یوتیلیتی های جدید به بوتستراپ 4 اضافه شده که الان خواهم توضیح خواهم داد که در بوتستراپ 3 نبود. فسته هستش، سریعتر هستش و ریسپانسیویش هم یعنی واکنش گرایش هم شده بیشتر شده. میگه بوتستراپ 4 ساپورت رست استیبلیز آر ماژور بروزر اند پلتفرم، روی پلتفرم ها و بروزرهای جدیدی که ریلیز شده باز میشه، اما هاوه میگه اینترنت اکسپلور 9 و نسخه های پایین تر از اون اینو ساپورت نمیکنه. این یه نکته هستش باید دقت بشه، چون سایت هایی که در ایران طراحی میشه اکثر فعلا ما کامپیوتر هایی که داریم معمولا ویندوز 7 ایکس پی یا ویندوز 7 های قدیمی هستن. اگر تارگتتون عموم هستش یه مقدار به این نکته دقت کنید، اما هیچ وقت هم نیاد، چون اگه میخوای یه سایتی رو از این برم هست سایتی رو طراحی کنید که میخواد چندین سال پشتیبانی بشه و ازش استفاده کنید، بهتر هستش با بوتستراپ 4 طراحیش کنید، چون سایت شما باید حتی 5 6 سال کار کنه. سایتی که میخواد 5 6 سال کار کنه بهتر هستش با بوتستراپ 4 طراحی بشه. خب اونجا توضیح داده، میگه اگه میخواد از IE 8 و 9 استفاده کنه حتما از بوتستراپ 3 استفاده کنه، چون بوتستراپ 4 روی آی هایی که نسخه پایین تر باز نمیشه. خب بعد اینجا خب یه تمپلیتی رو به ما نشون میده از بوتستراپ 4 رو. خب میگه اگه ریفرنس هاش هم میخواد بهتون، میتونید اینجا برید ریفرنس هاش رو مطالعه کنید. بعد بریم بحث شروع بوتستراپ. خب میگه چرا باید از بوتستراپ استفاده کنیم؟ میگه بوتستراپ فری فرانت اند فریم ورک فور فاستر اند ایزیر فور دیولپمنت، میگه یک فریم ورک هستش که به شما کمک میکنه در بحث فرانت اند، که این با توضیح دادم ما این قسمت سایتی که داریم این قسمت فرانت اند سایت و یک سری اسکریپت داریم که در بک اند ما کار میکنه. گفتیم زبان های فرانت اند ما مثل HTML و CSS و jQuery و JavaScript و که همشون هم میاد در فریم ورک بوتستراپ جمع میشه، اینا فرانت اند. یه سری هم فریم ورک ها داریم که در بک اند کار میکنن، مثل PHP، مثل کد C# ASP.NET یا مثل پایتون، مثل صفحات GSP که اینا به صورت بک اند کار میکنن. خب
میگه what is response و بعد میگه but strap includes HTML, CSS based design template for typography for button label navigation models image carousel. carousel چی هستش؟ دیدی یه سری سایت هایی داریم که اینطوری عکسایی هستن که توش میچرخن، اونا میگن چی؟ carousel. ببینید شما اگه میخواد carousel سمپل ببینید، ببینید ما واسه کارتر ببینیم، ببینید سایت هایی رو که اینطوری مثلا میزنیم و توش اکس های اینطوری با هم میچرخن به اونا میگن سایت های چی؟ کاروسل. اکس هستن تکون میخورن به اونا میگن چی؟ کاروسل. یعنی میگن اکس هایی هستن که میچرخن. میگه که بوتستراپ شامل یه سری تمپلیت میشه و یه سری تایپوگرافی ها که تایپوگرافی چی هستن؟ به فرم و باتن و اجزای صفحه مثل نویگیشن و ماژول و ایمیج و کاروسل و اینا میگن چی؟ تایپوگرافی. خب بوتستراپ آلسو گیو به شما میده ability to easy create responsive design، بهتون میده امکاناتی رو که بتونید سایت رو چیکار کنید، به صورت راحت طراحی کنید. خب responsive سایت چی هستن؟ این سایت هایی که در مقابل این بحث کوچیک شدن به اندازه صفحه مانیتور واکنش نشون میدن، به این سایت ها میگن سایت های چی؟ responsive، که نسبت به اندازه سایت ها چی هستن؟ برای ما اکثر من نشون میدم بهش میگم بحثای چیه؟ ریسپانسیو هست، که الان تو مثال هایی که در جلو تر میگم همش رو بهتون توضیح خواهم داد. ببینید خب مقایسه بین بوتستراپ به سی و چهار که انجام داده بودیم و چیه؟ خب گفتیم بهتون و اینم گفتیم. خب میگه بوتستراپ چهار داز نا ساپورت بی اس کلیف آیکون یو فرانت ابسام او other icon library. ببینید یه نکته هم هستش، در بوتستراپ 3 ما گیف آیکون ها رو داشتیم که میمیدیم آیکون ها میگویم، اما در بحث بوتستراپ 4 دیگه این گیف آیکون ها هست شده ازش و اومده فوند اوسام ها بهش اضافه. شما میتونید برید فوند اوسام آیکون سایتش، اونجا آیکون هایی رو که میخواد میزنید، جستجو میکنید، یه کدی واسه هر آیکون برامون چیکار میکنه میاره و میتونید این کد ها رو بردارید و تو سایت استفاده کنید. که من این مثالش رو توی آپارات خودم میگم، توی یکی از دوره ها بذارید بهتون بگم، در دوره آموزش برنامه‌نویسی ASP.NET Core متوسطه، خب ASP.NET Core متوسطه بحث اینها اضافه کردن اینا، اضافه کردن و تنظیم فونت های چی؟ فونت اوسام به صفحات من اینجا چیه؟ کامل به یه سایتی نحوه این که بتونید فونت های اوسام رو اضافه کنید و چطوری توی سایت ازش استفاده کنید، سمپل ها و مثال هاشو توی زبان سی‌شارپ ASP.NET هم چیه آوردن و میتونید از اینجا بخونید که فونت اوسام اینا چی هستن، ازشون استفاده کنید، چطوری آیکون جستجو کنید، چطوری بیاید تو صفحتون اینو بذارید، گودش کنید و ازش استفاده کنید. اینم خواستم بهتون بگم که گیف آیکون ها در بوتستراپ 4 چی شدن؟ هست شدن دیگه، در بوتستراپ 4 وجود نداره، باید از فونت اوسام استفاده کنید، که این در حقیقت یک لایبرری آیکونی هستش که میتونید ازش استفاده کنید. خب میگه بوتستراپ 4 میتونید از کجا به دست بیارید؟ گفتیم دیگه، یا میتونید از سایت jetbootstrap.com دانلودش کنید. میگه سایت jetbootstrap.com یه مثلا پیشواز ورژن 4.4 میاره، دانلود میزنید و اینو دانلود میکنید، که من دانلودش کردم. ببینید صورت من خوبه، بذار دانلودش کنم این کد، و میتونید از طریق این ببینید این بوتستراپ 4.1مون هستش زیپ در بیارید. خب نگاه کنید، ما یه سری فایل های CSS داریم مثل همین بحث خود بوتستراپ میمونه، یک فایل یا بوتستراپش رو باید رود کنید، یا بوتستراپ خودش رو رود میکنید، یا بوتستراپ دات می سی اس رو رود میکنید. یک بحث این هستش واسه CSS هشته، و یه سری جی کوئری هم باید رود کنید، یا بوتستراپ جی اس خودش رو رود میکنید، و اگر نسخه مینش استفاده کرد نسخه مین جی اس رو رود میکنه. گفتم تفاوت هایی که اینا با هم داشتن اینه که این واسه زبان آدم یا هیومن ها یا انسان راحت تر درکش، اینی که هستش مینش به صورت فشرده شده واسه کامپیوتر و اینا قابل درک، این سایزاش متفاوته. ببین 59 کیلوبایت این 1132 کیلوبایت، که بهتر از کدوم استفاده کنید؟ از این نسخه 59 کیلوبایتی استفاده کنید، کم سرعتش زیاد و اینا، و همون یه وایر جی کوئری رو باید براش چیکار کنید؟ رود کنید. خب
که میتونید یکی اینو دانلود کنید تو سایت خودتون بذارید، یکی هم میتونید از بزنید و از CDN ها اینا رو استفاده کنید. مثل CDN های معروف دارم که میتونیم از CDN ها چیکار کنیم. اینجا انواع CDN هایی که هستش به گوگل آورده، بوت استرپ خود CDN شو آورده و اینا رو میتونید از اینجا و خود مایکروسافت هم بوت استرپ رو داره. خب این هم که جی کوئری هم که گفتیم بهتون باید از دانلود کنید و از کجا میشه دانلودش کرد، میگه که سایتتون رو ایجاد کنید و اینا. خب بریم این قسمت که اینا رو توضیح میدم بعد کام. خب رسیدیم به بحث چیه و بحث نه کامل خواهیم خوند. خب بریم بحث کانتینر ها رو بهتون میگم. بذارید من یک صفحه ساده بوتستراپ به چهار براتون بسازم. میگم تو پوشه ببخشید، میگم تو پوشه دیومون تو سایتمون. من اینا رو پاک میکنم و مجددا میخوام یه صفحه index.html میذارم براتون. خب اینو ادیت میکنم، کد های بوتستراپ 4 مون رو چیکار میکنم، یه سمپل ازش این جت استارت اینجا کرده بودیم، یه سمپل اینجا بود، این سمپل رو بیارم به سری توضیحات روش خدمتتون عرض کنم. کنترل سی میکنم، کنترل وی میکنم و سیو. یکم بگم توضیح بدم بعد بیام برگش از روی سایت بهتون میگم. خب نگاه کنید، در این اول اساس میکنم که اینجا نوشته document type HTML. این واسه HTML5 حتما باید اضافه کنید. اینجا اگر سایتون فارسی باشه حتما FA اضافه کنید. متا تگ کاراکترسری UTF-8 باید حتما اضافه بشه. حتما واسه سایت های ریسپانسیو توضیح دادم باید از متا تگ ویوپورت استفاده کنید. به این قسمت قابل نمایش در صفحه مانیتورتون میگم ویوپورت. میگه آقا تگ ویوپورت چیکار میکنه؟ میگه آقا کانتنت ویدثش رو یعنی عرضش رو بذار دیوایس ویدث. میگه عرض صفحه ویوپورت رو تنظیم کن به از صفحه قابل نمایش چی؟ اون دیوایسمون، مثلا موبایلمون از صفحه چقدره، صفحه ویوپورت رو تنظیم کن ازش رو بون. مثلا اگر تبلیغتمون ازش چقدره، صفحه رو تنظیم کن بون. مثلا اگر صفحهمون ازش مثلا شما بگید مثلا از صفحهتون مثلا ازش برابر بشه با از صفحه نمایشتون، یا بحث اینیشیال اسکارش هم میگه که این زوم نمایش ما در حد چی باشه، 100% باشه، با تنظیم زوم اسکار نمایشمون هستش. بعد بریم در ادامه این کد ها. خب اومده اینجا چیکار کرده؟ رفته از سی دی ان بوت استرپ، این فایل بود گفتم یه سری فایل لازم، یه بوت استرپ می سی اس لازم داره و یه فایل گفتم علاوه بر اون دو تا جی کوئری مهم هم لازم، یه کد جی کوئری رو باید لود کنید واسه استفاده از بوت استرپ و یه دونه هم فایل جی اس خودش رو دوست دارم، مین جی اس رو باید رو تو میتونید اینا از سی دی ان خودتون دانلود کنید و بقیه پروژه خودتون چیکار کنید دانلود استفاده کنید. و یادتون باشه این یه پاپیر هم چیه، جی اس پاپیر هم به کنارش بذارید این واسهش مفیده، یعنی در اجباری نیست اما اگر بذارید استفاده کنید ازش. خب این هم چیه براتون چی هستش؟ مفید هستش. دوستانی که میخوان ببینن این چیه papier.js چیه، کافیه تو اینترنت بزنن ببینید بگن خودشون یه مقدار این. خب من بذار من CDN رو دانلود کنم سریع از سایت خودش. بریسیم به قسمت های اصلی تفاوت های بوتستراپ 3 و 4 رو من توضیح بدم، چون یه سری مطالب جدیدی به این شده اضافه شده که هدفم توضیح دادن اون تفاوت های جدیده. سیو بزنم. خب اینو بیارم توی سایتمون بوتستراپ مین سی اس رو سیو کنم. میتونید به راحتی از سی دی ان دانلود کنید و برای سایت خودتون هم این شکلی بذارید ازشون استفاده کنید. فایل بعدی ما فایل جی کوئریمون هست. من کنترل سی میکنم، میگم از سی دی ان اینو. خب یه سرچ اضافه افتاد بتونید شاید سیو سیوش میکنم. اینم فایل جی کوئریمون. بعد میام بحث بعدیمون چی بود؟ اینا هم فایل بعدیمون این هستش پاپیر. خب اینم میاریم CDN شروع میکنیم سیو. اینا فایل های مینشه. گفتم اگر از مین استفاده کنیم به همه شد چی استفاده کنیم؟ مین. اگر از معمولیش استفاده همه شد از نوع معمولی استفاده کنیم. دیگه اینطوری نشه یه سریشو مین بذارید یه سریشو معمولی. اینطوری اون سایتون خوب کار
نمیکنه. خب پان تو به سی. خب سیو، این هم فایل. خب اینا رو گذاشتیم تو مسیر پروژه هم. میتونیم مسیر پروژه هم چکار کنیم، اینا رو دانلود کنیم. خب و میام اینا رو تنظیم میکنم. بهتر هستش که یه پوشه براشون درست کنیم که اینا رو بذاریم تو پوشه مثلا CSS، این فایل CSS مون بره تو این و فایل های JS مون هم بره تو این فایل های JS مون. ببینید اینو. خب تا اینجا شباهت های زیادی با بوتستراپ چی داره؟ سه داره، یعنی تفاوت های آنچنانی فعلا توی این وجود نداره. بذارید من اینا رو پاک کنم که بره از مسیرهای خودش. اینا رو چیکار کنه؟ از جی اس اینا رو لود کنه. این هم از مسیر جی اس لود کنه. این هم از مسیر جی اس لود کنه. خب توضیح دادم بهتر هستش از سی دی ام بذارید لود کنه و توضیح دادم اول بسا پیشواز بذارید بره از سرور هایی که پهنای باند زیاد و سرعت زیادی دارن سی دی ناتون این فایل های جی اس رو استرپ لود کنه، چون باسه افزایش پرفورمنس سایتتون، سرعت سایتتون و همچنین حفظ پهنای باند خود سایتتون میشه. چون اگر این از اون سایتتون دانلود بشه، پهنای باند شما میرید از یه جای هاست میخرید، یه پهنای باندی رو داره به شما سرویس میده و پهنای باند بیشتر از اون رو بهتون سرویس نمیده، که بهتر این پهنای باند رو چکار کنید و خودتون حفظ کنید. بهتر از فایل جی اس یا این فایل های سی اس اس تون استفاده کنید که این پهنای باند براتون چی بشه، صرفه جویی بشه. اما اگه از این سایت های خودتون بذارید استفاده کنید، دانلود کنه، این میاد پهنای باند شما استفاده میکنه و سرعت اون پهنای باند اگر استفاده بشه، سرعت سایت شما به خاطر این پهنای باند، خب یه مقدارش اختصاص میده به دانلود اینا، این پهنای باند سایت شما کم میشه، سرعت سایتتون میاد پایین. خب اما خب اگر CDN اتفاق افتاد قطع شد، چه اتفاق میفته؟ اگر CDN قطع شد و این پهنای باندش قطع شد و دسترس نداشتید، اون وقت من خب اینجا یه آموزشی هم یکی از دوستان به من هوم‌ورک، یکی از دوستان ما گفتم یه ویدیویی در این مورد چیکار کنه، فکر کنم در دوره تقایصد اگه بگردید تو این دوره فکر کنم اینها ها الگوریتم آموزش های متوسط تقایصد با PHP و وردپرس، اگر تو اینا بگردید دوستان، اگر تو اینا بگردید فکر کنم تو یکی از اینا چیکار کردم، اینا خواه اینا اینا از این فیدیو، از این ویدیو میتونید. اینجا توضیح داده دوستان که اگر سی دی ان ها قطع بشه چطوری شما بیاید و خود چک میکنه سی دی ان در دسترس نبود، بیاد از سرور شخصی شما اطلاعاتو چیکار میکنه، رود میکنه و اینا که ببینم نگاه کنه براتون مفید خواهد بود. خب از این کاری با نداریم. ببینید کلیات صفحات بوت استرپ اینطوری که یه کانتینر داریم. یه نکته که اینجا تو این همین کانتینر میخوام بهتون اشاره کنم، ما در کانتینرهای بوت استرپ 3 یه کانتینر داشتیم، یه کانتینر فو آیدی داشتیم. اما در بوت استرپ 4 ما میتونیم نسبت به سایزهایی که داریم، مثل XS، SM، MD، LG و اینا چیکار کنیم؟ بیایم سایز رو چیکار کنیم؟ این کانتینرمون رو تغییر دادیم. یعنی کانتینرها، این مگز ویکس کانتینرها رو میتونیم نسبت به کانتینرهای مختلف عوض کنیم. که این یه نکته ایه که جدیداً به بوت استرپ 4 اضافه شده و خیلی مهمه. باعث میشه که سایت شما وقتی مگز ویکسش رو هر چقدر میتونه بیشتر توسعه بده، در بلوزر های کوچیک در پدینگاه و مارجینگ هست میشه، سایت شما فضای بیشتری رو میگیره و میشه بهتر دیده میشه. یعنی توی مانیتور های گوشی های سایز کوچیک یا دیوار سایز کوچیک، بوت استرپ 4 نسبت به بوت استرپ 3 سایت بهتر و شفافتر و بزرگتر دیده میشه. اینو یادتون باشه. به خاطر اگه توصیه میکنم اگه قرار کسی از سایت شما روی موبایل و تبلت استفاده کنه، حتما سعی کنید از بوت استرپ 4 استفاده کنید. هم سرعتش زیاده و هم به شما ریسپانسیوی بیشتری روی دیوایس های کمتر میده. که هم میرسیم به کانتینر، اینا رو توضیح خواهم داد. بعد ببینید دایو کلاس رو داریم که گفتیم به صورت پیشفرض ما میایم صفحات یک صفحمون رو به سری رو تقسیم میکنیم و بعدی که رو تقسیم میکنیم میام صفحمون یک گیت بندی میشه، که من توضیح خواهم داد در ادامه گیت بندی ها. یک توضیح مختصر میخوام بهتون بگم. ببین مثلا من الان سه تا اینجا یه دونه ببینید رو دارم با سه تا ستون که ما این ستون هامون هستن.
این صفحه ما میاد به خودش رو به 12 اسپن تقسیم میکنه. اگر من گفتم 8 من 4 اسپن باشه. خب این کمی اسمتی هستش. ببینیم من اینو توضیح بدم چون برای خیلی از دوستان همین ازم پرسیده بودن. اگر یادتون باشه این اسم و ام دی و ایجینا در حقیقت میان اون سایز دیوایس ما رو مشخص میکنن. بله سایز دیوایس، اما اکثر دوستان اگر دیده باشن الان اینا مثلا سه تا سه تا مثلا بعضی جا نوشته میشه یا دو تا دو تا نوشته میشه، که الان ببین منظورم اینه. ببین بعضی جا مینویسه کل مثلا ام دی 4 دو تاش هم مثلا اینطور اینطور میشه، بعد مینویسه کل مثلا ستون مثلا در مانیتورهای مدیوم اینطوری دیده بشه، تو ای جی مثلا اینطوری دیده بشه، مثلا این دو سایزا رو می‌نویسه، مثلا میگه اس ام مثلا میشه 4 تا، این 4 تا مثلا توی ام دی به فرض بر مثال این نوشته بشه، مثلا این بشه 2 تا، این بشه مثلا 8 تا، این بعد بشه مثلا 2 تا، یا مثلا توی ای جی ها مثلا توی ای جی این مثلا بشه به فرض من مثلا یه دونه، این توی ایجی بشه مثلا 10 تا، توی این ایجی بشه مثلا یک یه دونه، میشه به اینها به این شکل یعنی به صورت کامباین با هم نوشنه کورن آمان دستم تو؟ یا میان اینا رو چیکار میکنن؟ یه دونه بنویسن که یه دونه اسکار آپ میشه. الان توضیح میدم بحث اسکار آپ رو که این هدف هم چیه. بذار یه بار اجراش کنم چون مثلا بحث ریسپانسیو بودن سایت رو ببینید. ببینید اول یه نکته لازمه فعلا چون من نرسیدم بس گیت من، فقط این نکته رو بهتون بگم که بتونم ریسپانسیو رو توضیح بدم، بعد میام اینا رو باز میکنم و سریع ظرف یه و 20 دقیقه همشو بهتون موارد مهم رو چیکار میکنم خدمت همتون توضیح میدم. ببینید ما یه بحثی داریم در بحث کانتینرها، این یادتون باشه. اینا ببینید مانیتورهای کوچکتر از 576 پیکسل رو ما میگیم اکسترا اسما، یعنی ایکس اس بهش میگیم. مانیتورهای چی هستن؟ سایز خیلی کوچیک، مانیتورهای موبایل های خیلی کوچیک زیر 576 پیکسل میگه اسمال. مانیتورهای اسمال میگه از 576 پیکسل شروع میشه تا 768 پیکسل، خود 768 پیکسل هم شامل نمیشه. ببینید میگه 576 تا 768 پیکسل میشه اسمال که با اس ام نشون میدیم، حرف مختصرش اس ام. میدیوم یا ام دی با حرف مختصر ام دی نشون میدیم، میگه 768 پیکسل تا 992 پیکسل، تا خود 992 هم شامل نمیشه، میشه ام دی یا میدیوم. لارج میشه مانیتور هایی که وایدسش ارزش از 992 پیکسل شروع بشه تا 1200 پیکسل، خود 1200 پیکسل هم شامل نمیشه، از 1200 پیکسل به بیشتر میشه چی؟ XL رو میشه چی؟ مانیتورهای خیلی بزرگ. ما یه سری اصطلاح داریم توی این مورد ها، بذار من توی پینت یه سری موارد داریم که من یه جدول بسازم این جدول ها رو اینجا توضیح بدم. خب ببینید یکی بود چی؟ XS گفتیم، اکسترا اسمار اینا مهمه، سایزش چند بود؟ سایز هم سریع اینجا بنویسیم، یه عکس کوری آخر اصلا براتون درست کنم به عنوان خلاصه بوتستراپ 4. یه دونم اسمال داریم، اس ام نوشته میشه، اسمال از سایز 576 شروع میشه، 576 تا چنده؟ در حقیقه 768 نمیشه، 767 ببین 6 شو شامل نمیشه، 8 بشه میشه میدیوم. خب ام دی میشه میدیوم، مفهوم داره اینا، ام دی مفهوم داره و میگه آقا از 768 پیکسل شروع میشه، کنترل 768 پیکسل شروع میشه تا 992 991 چون دو بشه میشه لارج ار جی، میگیم چیه؟ لارج با کلمه کلیدی اما ای جی نشون میدیم، مخفف لارج، و لارج شامل میشه از 992 تا چند؟ 1000
دویستن یکی کم کنیم میشه 1199. خب و ایکسر میشه چی؟ اکسترا لارج. به معنی این دورهای بزرگتر از سایز 1200 میگیم چی؟ میگیم آقا اکسترا لارج. این از این استر. یه استرهای دیگه هم که باید تو بوتستراپ 4 یاد بگی بذار بیارم، این رنگ ها هستش. ببینید ما یه رنگی داریم اینجا، این رنگ هم یه بار بذارید من جنبنده کنم براتون. خب خب این هم رنگ هایمون هستن. ببین رنگ طبع آبی میشه پرایمری، سکندری میشه رنگ خاکستری، ساکسس سبز، اینفو میشه رنگ این رنگی، وارنی طبع میشه رنگی بین زرد و فکر کنم نارنجی اینا میشه، و دندنجر هم میشه چی؟ قرمز. خب اینا این رنگ ها مفهوم داره، هر جا پرایمری دید یعنی این رنگ، سکندری دید این رنگ، ساکسس دید این رنگ، اینفو دید این رنگ و وارنینگ. یه بحثی در بوتستراپ 4 اضافه شده دقت کنید که باید بگیم از قسمت اینا چیزا جدیدی هستن که در بوتستراپ 3 نبودن. ببینید وقتی می نویسه مثلا بوردر صفر یعنی کلن بوردر نباشه، بنویسه بوردر تاپ صفر یعنی بالا رو صفر کن یعنی نباشه. اینا استرس استرات جدیدن توی کلاسیم تویت های جدید اضافه شده. بورد رایت صفر آقا یعنی این ور صفر باشه نداشته باشه، باتن صفر پای نداشته باشه و رف صفر مثلا این ور نداشته باشه، یکی این استرام. بعد میتونی شما بیاید الان ببینید به بوردرها کلاس های ترکیب بدید، بورد پرایمری یعنی رنگ بوردر ما پرایمری بشه و همینطور بورد ساکسس دنجر نگاه کنید به ترتیب رنگا رو داده. یه بحثی دارم رومدا. ببینید مثلا یه چیزای جدیده هم قبلا تو استرپ 3 اینا وجود نداشتن، در بسید 4 اضافه شدن این یوتیلیتی ها. مثلا ببینید میگه روند اسم، روند معمولی، میگه روند ارجی روندش بیشتر باشه، روند تاپ. ببینید از بالا نگاه کنید این اکسو فقط از بالا روند داره، از پایین و گوشه ها روند نداره. روند رایت ببینید فقط از سمت رایت یعنی راست روند داره و در بقیه موارد ببینید بقیهش اینه روند نداره. خب یا همین تئوریه مثلا روند سیکر دایره است مثلا، و روند صفر هم میشه مثلا روندش رو حس میکنه. یه اصطلاحاتی هستن که لازمه بدونید. یه اصطلاحات جدیدی که اسمش بذارید بیارم اینا رو اگر ببینمشون اینا. خب اینا اصطلاحات جدید هستن، یادتون باشه بذارید من اینا رو بیارم. اگر کمی M دیدید در بوتستراپ 4 یعنی مخفف مارجینگه، P دیدید مخفف پدینگه. اینا یه اصطلاحات جدید هستن. مثلا اگر شما به فرض بر مثال میخواید اینا با هم ترکیب میشن به چه شکل؟ ببینید اگر بنویسه MT یعنی مارجینگ تاپ، PT میشه پدینگ تاپ. مثلا ببینید B خب مثلا این B ام بی بشه میشه مارجینگ باتن، ام مثلا ار بشه میشه مارجینگ رفت. اینا میتونن با هم ترکیب بشن به این شکل. یه اصطلاحاتی هستن جدیدن نگاه کنید، یعنی بذار من ببینم اینا یه جایی میتونم براتون جمع‌بندی کنم. بس اگر شما توی اصطلاحی دیدید مثلا بذار اینا توضیح بدم چون مهمه، مثلا شما یک جایی دیدید بذار باز کنم اینا تو بوتستراپ 3 نبودن، نه تو بوتو سب سه نبودن، بخواه همین میخوام اینا رو توضیح بدم. یه سری استقرارت جدید هستن اینا. اگر دیدید یه جایی نوشته مثلا ام تی، ام مخفف چی شد؟ مارجین. ببینید ام مخفف چی شد؟ مارجین. خب تیش مخفف چیه؟ تاپ، یعنی مارجین تاپ. اگر یه جایی دیدی نوشته پی تی، خب پی تی یعنی میشه چی؟ پدین تاپ. پی تی دیدید یعنی پدینگ تاپ. یا مثلا یه جای دیدید نوشته مثلا انا به فرض ام بی، ببینید ام بی، ام بی مخفف مارجین باتنه. این یه سری استقرارات جدید هستن از مثلا مارجین باتن. یا مثلا یه جای دیدید نوشته چی مثلا کجا رفتیم دوستان اینجا مثلا پی بی، ببینید پی بی مخفف ها. یه بار ببینیم متوجه میشه موضوع چیه. مثلا نوشته پی بی، پی بی مخفف پدینگ
باطنه، یه استراتژی جدیدن. خب اینا که مشخص شد MT, MB، ببینید MR, MR مارجین رایت و لفت و اینا پدینگ رایت و لفت، اما یه ایکس و وای هم داریم. ببینید ما خب خوندیم دیگه، شما ما هممون توی دبیرستان خوندیم این بحث رو، میگیم آقا اگر ما یه نموداری داشته باشیم به این شکل، این محور وای مونه، این محور ایکس مونه، اگر اجازه بدید میشه ام ایکس، یعنی آقای محور افقی، یعنی مارجینگ، مارجینگ از رفت و رایت از دو طرف، یعنی محور رایت و رفت، یعنی محور افقی. بنویسه ام وی، ام وای، یعنی مارجین، دقت کنید، بالا پایین، تاپ و رفت. مثل استرات جدید هستن توی بوت استرپ 4 اضافه شد، مارجین از بالا و پایین. خب این یکی هم، یکی هستی هم از عدد می نویسن. مثلا ببینیم می نویسه، مثالش رو بزنشون بدم، مثلا ببینیم، مثلا می نویسه ام تی، یه دونه اینجا عدد نوشته میشه، یه مثال ازش رو بیارم بذار ببینم ببینم. آه ببینیم نوشته آقا بی 4، مثلا ام بی 4، نگاه کنید ام بی 4 یعنی چی؟ مارجین باتن این 4 چیه؟ یعنی این شکلی که ما داریم می نویسیم تو این شکل، یه اصطلاحی هم داریم به این شکل نوشته میشه. مثلا میای اینجا می نویسن، مثلا مثال می نویسه ام بی، یعنی علامت مثلا 4 یا 3 یا 2 یا 1 به شارپ نوشته میشه اینطوری. این شارپ معنیش چیه؟ این شارپی که اینجا نوشته شده معنیش چیه؟ ببین این معنیش اینه، نگاه کنید اینو توضیح بدم بهتون. میگه اگر صفر باشه، یعنی میگه مارجینگ و پدینگ صفره، اما اگر یک باشه میگه مارجینگ و پدینگ میشه 4 پیکسل، اگر دو باشه مارجینگ و پدینگ میشه 8 پیکسل، اگر سه باشه مارجینگ و پدینگ میشه 16 پیکسل، اگر 4 باشه میشه مارجینگ و پدینگ چند تا؟ 24 پیکسل، 5 باشه میشه 48 پیکسل. و اگر اوتو بزنیم خب نسبت به بروزر شما این حالتش چیه؟ از عددهای پیشرفت بروزر شما به عنوان چی استفاده می اوتو، یعنی 16 مثلا به فرض بر مثلا این مثال رو نشون بدم بهتون، بریم داریم اینجا اگر تو اسپیسینگ ها ببینم، بحث اسپیسینگ رو ما داشتیم، ببینم میتونم پیداش کنم به شما نشون بدم. اسپیس می کنترل اف اسپیسینگ رو تایید کنم. ببینید اسپیسینگ این چی رو بود نا ببندیم اینجا خیلی شروع نشه، و مثلا این ام وای توضیح بدم که راحت تره. خب ببینید چی نوشته. از من کدو بیارم مثلا توی صفحه دیگه باز کنم که شما اینجا راحت تر بتونید این ایندکس از تفاوت جزئیش رو توضیح بدم، یه بقیهش این دقیقا بوت استرپ 3 هستش و یه سری تفاوت هایی با بوت استرپ 3 و 4 با هم دارن که میخواستم این جلسه تو یک ساعت اینا یه دوره یک ساعته به این چیکار کنم اشاره کنم که تفاوتاش رو بیشتر بدن. خب ببینید اینجا اینو من باز میکنم، ببینید نوشته ام وای یعنی مارجینگ از بالا و پایین صفر باشه، یک باشه، دو باشه، سه نگفتم دیگه، مثلا یک 4 پیکسل اینطوری بریم پایین، مثلا 3 16 پیکسل. ببینید من اینو سیو میکنم و اینو چیکار میکنم اجرا میکنم. نگاه کنید وقتی صفر هیچ مارجینگی نداره، وقتی یک یه مقدار، ببینید وقتی 2، وقتی 3 16 پیکسل از بالا پایین فاصله پیدا میکنه، وقتی 4 مثلا چند تا 24 پیکسل از بالا پایین، وقتی 5 48 پیکسل از بالا پایین فاصله پیدا میکنه، وقتی اوتو هم به این وضعیته، یعنی این فاصله ها به این شکل چیه قابل تنظیم است. یه مقدار اینا رو بدونین یه خودتون میتونید برید بقیه‌اش از روی سایت ریفرنس چیکار کنید بخونید. خب اینا خواستم بهتون بگم یه تفاوت های کلی بین اینا چیه وجود داشت که تو این شکل من تقریبا سعی کردم نکات مهمش رو چیکار کنم جمع بندی کنم. یه تفاوت های یا تو یه نگاه بخواید تفاوت های اصلی ببینید، یه چیز جدید اینا تو یوتیلیتی های بوت استرپ چه استفاده شدن، چهار استفاده شدن. خب این از این، بریم تو بحث کانتینر هامون هم یه توضیح بهتون بدم. ببینید ما قبلا توی کانتینر های بوت استرپ وقتی میگفتیم اینجا ببینید هر صفحه‌ای که ما داریم شروع میکنه از یه کانتینر استفاده شده اولش،
لقمه یک کانتینه ده. اگر این کانتینه معمولی استفاده بشه، ببینید من این سفر رو باز میکنم، یه مقدار فاصله از این بریم و داره درش این مکس بیتس اینه. ببین این مکس بیتسش به خاطر این مکس بیتسش، نگاه کنید وقتی کانتینر میدم یه مکس بیتس فیکسی به این ثابت میشه. الان توضیح میدم مکس بیتس رو. اما اگر من بیام این عوض کنم و حالتش رو عوض کنم به کانتینر فرایدی، ببین چه اتفاقی میفته. کل سفر رو پوشش میده. دوستان نگاه کنید ادیت. الان من بزنم کانتینر فرایدی، سیوش کنم و این سایت رو ریفرش کنم، نگاه کنید کل سفر رو چکار کرد؟ پوشش داد. یعنی کانتینر فرایدی کل سفر رو برامون چکار میکنه؟ پوشش میده و کل سفر رو برامون چکار کرد؟ پر کرد. یعنی اون مگزیبیت رو دیگه رد کرد تا جایی که میتونه اسپن میخوره و کل صفحه نمایش و مگزیبیت رو چکار میکنه میگیره. این تفاوت داره. اما گفتم در بوتستراپ 4 یه سری کانتینرهای جدیدم بهش اضافه شده. این وقتی ببینید میگفتم یه توضیح بدم در مورد کانتینر، میگه کلاس پرووایدر ریسپانسیو فیکس بیتس کانتینر، میگه یک فیکس بیتس کانتینر رو اعمال میکنه، یعنی یک سایز عرض کانتینر رو خودش بشه پیشواز اعمال میکنه. اما وقتی کانتینر فرایدی باشه میگه فول بیتس کانتینر، کل سفر رو میگیره عرضش رو و اسپن میشه کل سفر رو پوشش میده. اما این فیکس کانتینری که اینجا میگیم فیکس بیتس کان از چی حساب میشه؟ ببینید این عدد داره، میگه اگه مانیتور شما کنستریکتر از 576 پیکسل باشه یا اکستر اسمال باشه، این فیکس بیتس شما یعنی عرض صفحه شما، این عرض صفحه شما کل صفحه رو میگیره، یعنی کل صفحه موبایلتون رو میگیره. اگر مانیتور میدیوم باشه، مودم های میدیوم باشه، میاد 540 پیکسل از این 576 پیکسل رو پر میکنه. ببینید مثل این، ببینید وقتی من اینو میزدم، اینو من عوض کنم بکنمش کانتینرش رو سیوش کنم، ببینید الان کل صفحه رو نگرفته. این در حقیقت چون این الان صفحه من در حقیقت یک صفحه، الان مانیتور من تقریبا رزولوشنش چنده، نگاه کنید رزولوشن مانیتور من دیسپلی سیتینگ برم، رزولوشن من 1366. 1366 شامل کدوم میشه؟ ببینید جزء مانیتورهای بزرگ حساب میشه. این کد چقدر از عرضش رو میگیره؟ میگه دیگه تو هر چقدر بزرگ باشه این 11140 پیکسل از عرضش رو میگه. یعنی این مانیتور من الان، این صفحه وب من، یعنی این صفحه وب من، این من مثلا این بود دیگه، اینو ببندم این بود، خب عوضش کردم این شد. من یه سنیپ بکنم اینو اینجا توضیح بدم، نگاه کنید نیو میگه که این صفحه من، این پورت، ببین این صفحه قابل نمایشه، صفحه من بهم میگن ویو پورت، بهم میگن ویو پورت. این صفحه که الان میتونی ببینه میشه ویو پورت ما. خب ببینید توی این ویو پورت، من اینو ببندم چی باز میمونه اینجا. خب ببینید توی ام اس پینت باز کنم، دقت بمونم این صفحه قابل نمایش ما. میگه آقا هر از صفحه تو هر چقدر باشه، از صفحه من الان تقریبا چقدر بود اینجاش میدیم دیگه 1166 بود. از این 1166 میگه همشو ارزشو نمیگه. ببین رنگ قرمز رو براتون مشخص میکنم. این از این رنگ قرمز میگه میتونه ارزتون باشه تا این رنگ قرمز. این رنگ قرمز چقدر میشه ارزش؟ این مکس بیتس شما میشه، این عدده که قابل تنظیمه. میگه این ارز قابل تنظیم شما یعنی مکس بیتس شما، حتی اکثر عرض شما یعنی مکس بیتس ما. ببینید این مکس بیتس ما یعنی این صفحه ما، این مکس بیتس ما میشه چقدر؟ 1140 تا گفته بود، داره 1140 پیکسل میشه، یعنی بیشتر از این دیگه پوشش نمیده. این یه نکته، یعنی میخوام بهتون بگم نسبت به عرض تو مانیتورهای مختلف این عرض قابل تنظیم میشه. این مانیتور من چون الان عرضش 1140 پیکسل بود، این میمد 1160 پیکسل جز مانیتور بزرگ حساب میشه، 1140 پیکسلش رو پوشش میده، بقیهش رو دیگه فیکس سایز میده بهش، دیگه بعضیش پر نمیکنه. از اینجا چی داره؟ پدینگ میمونه برامون. خب از این مارجینگ داریم ببخشید. خب میمونه. اما میگه اگه مانیتور شما کوچیک باشه این 100% سفر رو چیکار میکنه؟ دیگه پوشش میده. این 100% سفر رو پوشش میده دیگه، پدینگ رو چیکار میکنه؟ حس میکنه. اگه شما توی مانیتور کوچیک‌ترین رو باز کنید میگه پدینگی وجود نداره، سایز پدینگ چی میشه؟ 100% سفر رو
پوش میده و مکس بیت کل سفر میگه. یعنی فکر کنید اگه مالی من این شکل رو به این شکل تعمین بدیم، به ذهن خودتون بگم، به ام اس پینت باز کنم، اگر من یه موبایلی داشته باشم که این ای سی دیش ارزش چقدر باشه، مثلا بشه 570، مثلا 560، مثلا این 560 بشه دیگه، اینجا شما این ویو پورت شما که دارید این عرض این کلش رو میگیره دیگه، یعنی اینجا دیگه کل به سفر رو پوشش میده، این مکس ویدث ما کل به سفر رو چکار میده، پوشش میده. خب این یه نکته. اما این خب ببینید توی ببینید توی مانیتورهای اسما یه مقدار مشکل داشت، تو مانیتورهای روی گوشی هایی که اسما بودن 540 پیکسلش رو میگرفت. خب شما اکثر گوشی هایی که اسما بودن معمولا 570 شروع میشدن تا تقریبا 760. خب اینا یه مقدار این برون و چی میموند؟ مارجین میموند، نوشته ها چی کوچکتر جمع میشدن وسط. بوتو استرپ چهار اومد اینو پوشش داده. نگاه کنید، اینا میخواستم بهتون بگم در بوتو استرپ چهار علاوه بر اون بحثایی که داشتیم، نگاه کنید اینه، ببینید اینو میخواستم بهتون بگم که یه تفاوتی هستش بین بوت استرپ 3 و بوت استرپ 4. در بوت استرپ 4 شما آزادی عملتون بیشتره، میگید آقا از کانتینر اس ام استفاده کن. اگر کانتینر اس ام استفاده کنید زیر مانیتورهای ببینید، نگاه کنید اس ام اینا رو یادتون ببینید، تو اس ام تا اس ام به 100 درصد ام دی بذارید روی مانیتورهای اس ام 100 درصد میکنه، 100 درصد سفر رو پوشش میده اگه اینو بذارید روی ام دی. اما در حالی که نگاه کنید توی ام دی این یه مقدار فضا میمون، ببین اگر میذاشید توی MD فقط 720 داره پوشش میده، که این خیلی آزادی عمل شما رو در مانیتورهای کوچیک چیکار میکنه، زیاد میکنه. میگه اگه شما بذارید روی RG، زیر RG ببین اینطور یادتون باشه، RG میاد RG زیر RG رو 100 درصد میکنه، بذارید تو MD زیر MD رو 100 درصد میکنه، بذارید تو SM زیر SM رو 100 درصد میکنه. یعنی یه سایت شما روی گوشی باز بکنید که جزء SM ویت میشه 100 درصد، یه گوشی اگر بذارید روی MD سایز گوشی شما اکسترا SM یعنی XSM و SM باشه 100 درصد صفحه رو پوشش میده. این باز رو پدینگا هست میشه، مارجینگا هست میشه و صفحه شما بیشتر فضا پیدا میکنه کار کردن. بخواهد همه میگن که بوت استرپ 4 در رزولوشن های کوچیکتر بهتر عمل میکنه، در سایز های کوچیکتر بهتر عمل میکنه، که این هم بهتون توضیح دادم توی بحث کانتینراشون. تو از این کانتینر هم چکار کنید؟ استفاده کنید. خب بریم بحث گریت بندیش هم بگیم و بقیه موارد تقریبا شبیه به چی هستن؟ بوتسترپس هستن. من توصیه میکنم دوستانی که این آموزش رو میخوام ببینن، ببینیم ما در آپارات خودمون در دو سه بجا من این بحث های بوتسترپ رو توضیح دادم. یکی اگر لطف کنید برید دوره بذارید توی دوره آموزش کاربردی و سریع طراحی وبسایت، اگر بیاید تو قسمت های آخر اینجاها، این تقریبا این قسمت اینا ویدیوهای آخر من به بوتستراپ 3 هستش، اینا میتونید از اینجا ببینید یا میتونید از این دوره استفاده کنید. یه دوره جدیدتری هم داشتیم توی بحث طراحی وبسایت، ببینید توی قسمت بریم توی لیست پخشمون، ویدیوهای لیست پخشمون بریم توی آموزش متوسط طراحی سایت با وردپرس، تو اینجا هم ببینید تقریبا ویدیوهای آخر من به ببینید اینا ویدیوهای اینا بوتستراپ فرم رو ببینید، پلاگین کاروسل و کلاس های مهم به بوتستراپ، آشنایی با بوتستراپ، اینا از ویدیو 53 تا تقریبا 57 مربوط به ویدیوهای چی هستن؟ آموزش بوتستراپ نسخه 3 هستن. حتما بوتستراپ 3 رو یک بار نگاه کنید بعد بیاید آموزش بوتستراپ 4 رو نگاه کنید، چون متاسف همه چی توضیح دادم و در بوتستراپ 4 بیشتر خواستم تمرکز خودم رو بذارم روی بحث، بیشتر میخوام بحث چی رو توضیح بدم بهتون، بیشتر تمرکزم رو بذارم روی تمرکز. خب ببینید در بوتستراپ گرید بندی بوتستراپ 4 ما 12 تا چی داریم؟ اسپن داریم. خب که این بحث گرید بندی بوتستراپ میاد این کار رو میکنه، میگه صفحه که نمایش ما تقسیم میشه به 12 تا اسپن که هر کدوم از اینا یه اسپن هست، ما 12 تا چی داریم؟ اسپن داریم، که میشه اینا رو به 3 تا 4 تا به این طور تقسیم کرد. یعنی صفحه شما رو میاد بوتستراپ به 12 تا اسپن تقسیم میکنه، که شما میتونید به نیاز خودتون اینا رو به شکل‌های مختلف با هم چیکار کنید؟ تقسیم کنید. خب در
و بذار من یه مثال بهتون بگم و اینا به این شکل استفاده میشه. اگر نوشته بشه کور بدونه یعنی روی هم بس XS، کور تنها یعنی XS. ببینید مثل کور داش یعنی این تنظیم بشه روی مانیتورهای چی؟ XS زیر 576. اگر SM نوشته بشه واسه مانیتورهای اسمارت دیوایس هستن 500 از 576 تا 768 هست. MD و LG XR هم که توضیح دادم. یعنی میتونیم کور SM، کور MD، کور LG. فقط اینجا هم عددی که اینجا هم نوشته میشه، مثلا بذار یه مثال بهتون بزنم که این براتون راه بیفته. ببینید خب نگاه کنید، نوشته کور SM4. این یعنی چی؟ می نویسه ببینید این کور SM4، اول بذار من اینو توضیح بدم بهتون، این مفهوم SM و MD و LG رو توضیح بدم. من اینو میذارم روی MD، بذارم اینو روی MD، اینو میذارم روی MD و اینو سیوش میکنم. ببینید الان میام سایت رو باز میکنم، این سایت الان درست. ببینید وقتی به سایز MD رسید ریسپانسیو شروع میشه. من اینو میارم کوچیک میکنم. سایز MD ما چند بود؟ بذار بریم تو سایت MD رو نگاه کنیم. گفته بود مانیتورهای MD از 768 شروع میشه تا 992، یعنی 990. ببین به سایز 991 برسه ریسپانسیو سایت عمل میکنه. نگاه کنید، من اینو کوچیک میخوام بکنم که ببینید این یه سایت ماست. اینه ببینید، من سایت رو که آروم آروم میخوام کوچیکش کنم. ببینید وقتی به 991 پیکسل برسه، نگاه کن ریسپانسیوش هم شد. ببینید مفهومش اینه، یعنی که وقتی به سایز 991 پیکسل میرسه ریسپانسیوش هم میکنه. اگر اینو عوض کنم، بذار این استر اول اینو براتون جا بیفته، میذارمش روی مثلا SM، بذارمش روی SM، بذارمش روی SM، اول اینو توضیح بدم. این مفهوم اسکال آپ رو میخوام بهتون اول یاد بدم. اسکال آپ یعنی چی؟ ببین اگر میذارم SM، SM چند بود سایزش؟ به به زحمت کشتیم بستیم اماشو بذارید. ببین در بگید تریسکو بوتستگرم B4 و بحث گرید بیسیک. خب ببینید اینجا توی کانتینرهای خودمون بریم نگاه کنید. خب اینجا ببینید SM چند تا بود؟ SM 576 پیکسل شروع میشه تا 768 برسید به این مرز ریسپانسیو عبر میکنه. نگاه کنید، من سایت رو باز میکنم، این سایت که نوشتیم من گذاشتمش روی چند SM، یعنی اون سایز SM رسید عمل میکنه. نگاه کنید دقیقا، من این سایت رو کوچیک میکنم، فعلا که عمل نکرده چون در سایز MD. ببینید 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 وقتی به سایز SM میشه ریسپانسیو شد. نگاه کنید ریسپانسیو یعنی چی؟ میاد سایز یه جوری میکنه اطلاعات رو میندازه زیر هم که بتونه همه اطلاعات رو نشون بده. میگن ریسپانسیو کردن یا واکنشگرایی. این اسکال آپش هم معنیش اینه. ببینید وقتی می نویسیم SM4 یعنی به سایز SM رسید این عمل میکنه ریسپانسیوش. وقتی می نویسیم MD یعنی به سایز MD رسید. من مثلا من بذارم LG، نگاه کنید بذارمش LG، به زودتر ریسپانسیوش عمل میکنه. نگاه کنید این اسکال آپ رو میخوام بهتون مفهومش بیفته سر. نگاه کنید این سایت ماست، این سایت ماست. ببینید الان من کوچیکش بکنم، ببین اینجا میتونی ریسپانس رو توی چک کنی. ببین فعلا عمل نکرده، بلافاصله به سایز LG میرسه. نگاه کن عمل کرد، ببین خیلی زود عمل کرد چون گفتم اگر وقتی به سایز LG رسید ریسپانس رو عمل کنه. این LG ببین من وقتی به سایز LG میرسه ریسپانس رو عمل میکنه. خب اما معمولا ببین بس نتونستم این بحث اسکالاپ رو بهتون بگم. اگر مینویسیم مثلا LG میگیم آقا مفهومش اینه که اگر شما بنویسید SM LG فلان مین W تریسکو دوست دارم چهار رو بهتون بگم اینجا کانتینر همون. وقتی ما مینویسیم LG یعنی رسید به سایز 1200 پیکسل یک کمی کوچکتر شد، ریسپانسیو عمل میکنه، اطلاعات میندازه زیر همستون ها رو که بشه همه اطلاعات نشون داد. وقتی بهش بنویسم مثلا MD کافیه به مرز 992 پیکسل برسه، 991 پیکسل بشه ریسپانسیو عمل میکنه و سایت رو کوچیک میکنه. اگر بنویسیم اسمارت تا 768 بود دیگه،
768 خودش رو کار نداره، بشه 767 پیکسل ریسپانسیو برقرار میکنه، صفحه رو میندازه زیر. اگر بنویسیم XS تا 576 پیکسل کاری نداره، سایز مانیتور بشه 575 پیکسل ریسپانسیو برقرار میکنه. این از این بس، اینو که گفتم. خب به خاطر همین در حقیقت معمولا یکی از اینا رو می نویسن دیگه، نمیان مثل بوت استرپ سه اینا رو جداگانه بنویسن. تو بوت استرپ سه میمد این کارو میکردن، مثلا میگفتن آقا در مانیتورهای به فرض بر معنی نداره، نگاه کن مثلا مینویسن تو مانیتورهای اس ام این چهار تا باشه، چهار تا باشه، این چهار تا باشه، بزن بتون نشون بده معنی داره، میتونید نام یک کامپاین هم کنید با هم. تو بوت استرپ 4 این امکان پذیره، اما ببینید وایبر معنی نداره اینا دو تا سه تاشو پیش هم بنویسیم. نگاه کنیم بنویسیم کل مثلا توی ام دی این باشه دو تا، این کل توی ام دی باشه 8 تا، این تو کل این ام دیش باشه دو تا. دقت کنید جمعش نباید بیشتر از 12 تا باشه اینا که میسه. یعنی چی؟ میگه ستون ما در مانیتورهای MD این بشه دو تا، این ستون ما تو مانیتور MD ارزش بشه دو تا، تو مانیتورهای MD ارزش بشه 8 تا، تو مانیتور MD ارزش بشه دو تا، در مانیتورهای اسمال این بشه 4 تا، اینم بشه 4، اینم 4. اینو سیو میکنم، نگاه کنید الان هم میبین تفاوت. چون الان من چی نوشتم ببین، این مانیتور من الان خب هدف اینه، وقتی به این شکل می نویسید یا ترکیبی می نویسید نگاه کنید 282 الان 282 مانیتور من در حد ریزیه دیگه، ببینید 282 ببینید 282 من این کوچیکش می کنم فعلا 282، ببینید تو سایز MD هم 282، اگر به سایز SM برسم ببینید شد، یعنی وارد سایز اسم شدم شد 4 4 4، به این شکل هم میتونید بنویسید. یعنی همیشه با هم بزار کامپاین هم استفاده شد. ببینید در سایز XRG ببینید این الان وقتی من نوشتم اینجا کور MD2 کور MD8 و کور MD2، اینجا مثل اینه که اینا ببینید این شکلیه، ننوشتم ببینید میسم کور MD2 اینا به اسکالاپ میشن. یعنی چی؟ نگاه کنید، یعنی کور داشت RG2 این اینو ننوشتم مثل این که کور داشت XR2 یعنی این اینجا ننوشتم، وقتی میشم کور MD2 یعنی کور RGش هم 2 XRش هم 2. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا ریسپانسیو عمل نمی کنه به این تا وقتی که برسه به سایز این، یا این مثلا کور مثلا اینجا این کور MD8 کور MD8 و کور MD8 نما کنید، این معنیش اینه که یعنی در وضعیت RG هم این 8، در وضعیت XR هم این 8. ببینید دقیقاً الان این عمل کرد، میخوام اینو براتون بگم، یعنی میرسه به این عمل میکنه ریسپانسیو. اسکال اپ معنیش اینه، میتونید به صورت ترکیبی هم بنویسید اینا رو، به این صورت هم چیکار کنید بنویسید، اما معمولا دیگه یکی از اینا رو مینویسن، اون مینیمومش رو مینویسن، اون مینیمومی که سایت باید ریسپانسیو بشه رو مینویسن. معمولا هم اکثر اگر نگاه کنید در اکثر سایت هایی که با بوت استرپ 4 استفاده میکنن، معمولا میان اینا چی میذارن؟ MD 4 میذارن. یعنی چی؟ نگاه کنید دارم بهتون یه بارم توضیح بدم و این بحث رو تموم کنیم. MD 4 یعنی چی؟ مفهومش MD 4 مانیتور MD 4 چند بود سایزش؟ میدیوم. میگه از 720 پیکسل تا 960 این MD. میگه اگر سایز اون مانیتور شما دارید به 959 پیکسل رسید ریسپانسیو عمل کن. ببینید اینو متوجه بشه کافیه، نگاه کن الان سایت ما من بزرگش میکنم تا الان ریسپانسیو عمل نمیکنه، به 900 ببینید هنوز عمل نکرده، ببینید عمل کرد، یعنی 900 الان دقیقا ببینید، یعنی اگر بریم با یه نرم افزار این خط کش بزنیم رو نگاه کنیم 992 پیکسل بود دیگه، به میدیوم MD از 768 پیکسل شروع میشه تا 992، 991 پیکسل میشه این عمل میکنه. نگاه کنیم فعلا اینو من ببینم مثال قبلی، ببینید این
عمل نمیکنه فعلا تا به 991 پیکسل میشه ریسپانسیو عمل میکنه و اینا میاد زیرم. بس وقتی می نویسیم کور ام دی مثلا اینا سایز میدیم، اما یادتون باشه سایز اینا باید به شکلی باشه که این جمع اینا یعنی اسپن های شما، یعنی وقتی ما اینو اسنیپ کنم مثلا این وقتی میسیم 4 یعنی این دیگه، ببینید اسنیپ ببینید این یعنی نسیم کردم، ببینید مثلا کپی کنم اینو ببینید نیو کنترل وی، ببینید وقتی میگیم اینا 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 کورش 12 اسپنه، یعنی اینا میشه اینجا تا اینجا 4 مثلا اسپن اسپن، اینا میشه 4 اسپن اسپن، اینجا هم میشه 4 اسپن و میشه این اسپن ها رو به شرایط مختلف چکار کرد؟ تنظیم کرد. خب وقتی می نویسیم اینا 4 اسپن 4 اسپن 4 اسپن، ببینید اینا 4 اسپن هن. وقتی میره به زیر اونی که نوشتیم اینا اسپانسیف روش عمل میکنه و میرن زیر، هم نگاه کنید اسپانسیف تو این سایز عمل میکنه. این بحث اسکال آپ یه بحث مهمیه که خواستم با چند تا مثال بهتون اون موضوع تا اونجا که میتونم برسم. ببینید الان عمل نمیکنه، نگاه کنید تا اینجا ریسپانسیو عمل نمیکنه، اما ببین دقیقاً یه پیکسل از اون 991 پیکسل کم بشه، نگاه کنید سایت برمیگرده به حالت ببینید ریسپانسیو میشه، نگاه کنید ریسپانسیو شد، یه کمی از 991 پیکسل میشه ریسپانسیو میکنه که بتونه همه مطالب رو چیکار کنید شما بخونید. بقیه مواردم دقیقا مثل تقریبا شباهت زیادی به بوتستراپ نسخه چی داره سه داره. خواستم این مطالب بوتستراپ 4 یه مقدار جمع‌بندی کنم براتون و انشاءالله که تونستیم در ظرف یک ساعت این مطالب براتون جمع کنیم و این مطالب براتون مفید باشه. به امید دیدار در جلسات بعدی و مثل همیشه موفق و شاد و کنجکاو باشید.